روسیه از ناتو خواسته است که گزارش چگونگی ماموریت نظامیش در افغانستان را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کند. وزیران دفاع و خارجه روسیه میگویند خروج نیروهای ناتو تا سال 2014 از افغانستان باید عملی شود، اما ناتو باید از تجهیز و آموزش نیروهای افغان اطمینان حاصل کند. همزمان با این، کمیته امور نظامی مجلس نمایندگان آمریکا از احتمال حضور 13,000 سرباز آمریکایی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان خبر می‌دهد. در آستانه واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان و تکمیل شدن روند خروج نیروهای خارجی بر اساس زمانبندی لیسبون در 2014 میلادی، روسیه خواستار حسابدهی ماموریت 10 ساله ناتو در افغانستان شده است. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه در نشست خبری با وزیر خارجه بریتانیا گفته است که روسیه می خواهد بداند که نیروهای ناتو در افغانستان در ماموریتشان پیروز بودند یا خیر. نیروهای بین المللی پیش از این که افغانستان را ترک کنند باید از ماموریتشان در افغانستان گزارش مکملی را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کنند. همزمان با این، وزیر دفاع روسیه خواستار عملی شدن جدول زمان بندی شده لیسبون در مورد خروج نیروهای ناتو از افغانستان شده است. اگر نیروهای افغان خوب آموزش ببینند و تجهیز شوند و در 2 سال آینده بیشتر تقویت شوند و آنها در کشورشان به خصوص مناطق شمالی که ما به آن علاقه داریم آماده عملیات باشند، در آن صورت جدول زمانی تعیین شده وقت مناسب برای خروج نیروهای ISAF به شمار می رود. این در حالی است که مقامهای آمریکایی با متحدان افغان خود در مورد ادامه حضور نیروهای آمریکایی پس از 2014 در افغانستان در حال رایزنی قرار دارند. مقام های ارشد کمیته نظامی مجلس نمایندگان آمریکا میگویند پس از 2014 نبرد افغانستان به حضور 13,000 سرباز آمریکایی نیاز دارد. 13,600 سرباز آمریکایی یک جا با 6,000 نیروی ائتلاف ترکیبی است که خطر فعالیت این نیروها را در آینده کاهش خواهد داد و اشتباهی که در عراق انجام یافته ما نمیخواهیم که در افغانستان اتفاق بیفتد. این در حالی است که تاکنون شمار نیروهای آمریکایی که پس از 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند از سوی کابل و واشنگتن روشن نشده است، اما رئیس جمهور کرزی گفته است هر کشوری که خواستار حضور نیروهایشان در افغانستان پس از 2014 در چوکات تفاهم نامه جدید با حکومت افغانستان انجام خواهد شد. کوچکترین درنگ در تصویب قانون انتخابات بزرگترین خطرها را برای افغانستان در پی خواهد داشت. مسئولان در جامعه مدنی و نهاد حمایت از انتخابات شفاف افغانستان با ابراز این مطلب میگویند تصویب قانون انتخابات سرنوشت و آینده دموکراسی را در این کشور تضمین میکند. این دو نهاد همچنان به این باورند که نقض قانون در افغانستان یکی از چالش های عمده فراراه انتخابات سال 2014 میلادی است. فرناز فروتن با شرح بیشترین خبر. جامعه مدنی و نهاد حمایت از انتخابات شفاف افغانستان تیفا از شورای ملی می خواهند که مسئله تصویب قانون جدید انتخابات را در اولویت نشست‌های کاریش قرار دهد. مسئولان در این نهادها می گویند تصویب قانون انتخابات آمادگی ها برای راه اندازی یک انتخابات شفاف را تا حد ضمانت خواهد کرد. سرنوشت دموکراسی، سرنوشت آینده نظام سیاسی در افغانستان، سرنوشت دستاوردهای 10 سال گذشته در افغانستان، حتی سرنوشت دستاوردهای جهاد افغانستان ارتباط داره با چگونگی قانون انتخابات و تصویب قانون انتخابات افغانستان. اگر قرار باشه اون مسئله که نهادهای جامعه مدنی پیشنهاد کردن، احزاب سیاسی پیشنهاد کردن که ممکن بتونه یک چارچوب حقوقی خوبی برای انتخابات باشه، اون تصویب شه بدون شک یک آغاز خوب برای انتخابات 2014 است. همزمان با این، مسئولان در نهاد حمایت از انتخابات شفاف افغانستان تصویب قانون جدید انتخابات را برای راه اندازی یک انتخابات شفاف نیاز جدی می دانند، اما می گویند که مسئله عمده برای راه اندازی یک انتخابات شفاف در آینده عملی کردن قانون خواهد بود. نمی تانیم بگویم که قانون می تواند تضمین بزرگی برای آینده افغانستان باشد. قانون انتخابات، قانون در ما در گذشته ها تجربه داریم که بیشتر قانون نقض شده در افغانستان و اکثر وقت فقط در مو اوراق باقی مونده. پیشنویس قانون جدید انتخابات در ماه قوس امسال از سوی وزارت عدلیه برای تصویب به شورای ملی فرستاده شد و قرار است مجلس نمایندگان در آغازین هفته های کاری از سال 3 دور 16 این قانون را به بحث بگیرد.
از 24 حد روز قیام مردمی هرات در برابر حکومت کمونیستی وقت امروز در منطقه شهدا یا گمنام هرات یاد بود به عمل آمد. صدها تن از خانواده های شهدا و ملولان و برخی از مسئولان محلی در این مراسم شرکت داشتند. برخی سخنرانان از عدم شرکت مسئولان بلند پایه دولتی در این مراسم انتقاد کردند و بار دیگر دولت را متهم به بی‌توجهی به وضعیت خانواده های بازماندگان شهدا و ملولان کردند. فواد احمدی با شرح بیشترین خبر. آغاز یک خیزش در برابر حکومت طرفداران شوروی سابق و یا نخستین حرکتی که درست با گذشت 10 ماه از کودتای ثور رخ داد. در 24 اوت 1357 مردم از ولسوالی‌های مختلف هرات گرد هم آمدند و با جنگ افزارهای سردی که در دست داشتند به سر دادن شعار علیه رژیم آن وقت پرداختند. حکومت با هراس از به خطر افتادن رژیم این قیام را سرکوب کرد که گفته می شود 24 هزار نفر در این قیام مردمی جان خود را از دست دادند. می نه همه بیادن بمی بیادن همه نگام باش مدار شهیده زنده بگر کردم دگم هر نفر که جهاد میکرد رو به اسلام بود اینا جهاد میکردم جهاد میکردم همون نفر که رو به اسلام بود مگر اون زنده نموندی صاحب نکشتن صاحب. زنانی که امروز روی این تپا نشستن و برای یاد بود از قیام 24 حد به اینجا آمدن مادرانی هن که فرزندانشان را از دست دادن و یا زنانی هن که شوهرانشان را از دست دادن و یا هم خوارانی می باشن که بر جنازه برادرانشان گریستن، اما اندوه از دست دادن عزیزان همیشه ماندگار می باشد. محمد قوس یکی از کسانی می باشد که قیام 24 حد را به یاد می آورد و تمام را گرفتن دعا وردن در اینجا چیزی زنده بگر کردن همان شبها و چیزی هم بالاخره همون لشهای 24 هزار شهید در آوردن در تپه شهدا اینها را گودالار کندن کمونیستا و گم کردن که بتانن مراد پای خود گم کنن. او دو تن از نزدیکانش را نیز در قیام 24 حد از دست داده است، اما میگوید که یاد و خاطره های از دست رفتگانش را هیچگاهی فراموش نخواهد کرد. در این مراسم برخلاف سالهای گذشته مقامهای بلندپایه از جمله وزیر انرژی و آب و والی هرات شرکت نکرده بودند که این باعث انتقاد شماری از سخنرانان گردید. در کابل شورای اخوت اسلامی در مراسمی با اشتراک ده‌ها تن از قیام 24 حد هرات یاد بود کرد. قهرمان و مسلمان هرات تصمیم گرفتن که قیام عمومی و همگانی را برا بندازن و این کار را انجام دادن که باعث سقوط فرقه 14 هرات شد و باعث سقوط هرات شد. یکی دیگر از ویژگی های قیام 24 حد هرات این بود که این خیزش رهبر واحدی نداشت، بلکه ارزش های اعتقادی مردم آنان را واداشت تا در راه یک آرمان قربانی شوند. والی بلخ از بازداشت 4 مرد خبر می‌دهد که قصد داشتند حملات انتحاری و انفجاری را در مزار شریف انجام دهند. عطا محمد نور می‌گوید که این افراد از جمله خطرناک‌ترین دهشت‌افکنانند که به هدف برهم زدن جشن نوروز وارد بلخ شده بودند. آقای نور همچنان می‌گوید دشمنان مردم افغانستان سخت در تلاشند که جشن نوروز را برهم زنند، اما به گفته وی نیروهای امنیتی در بلخ تدابیر شدید امنیتی اتخاذ کردند. بشیر انصاری گزارش دارد. عطا محمد نور والی بلخ میگوید که 4 هراس‌افکن با داخل شدن به شهر مزار شریف قصد داشتند جشن نوروز مردم افغانستان را اخلال کنند، اما این دهشت افکنان توسط پلیس بلخ شناسایی و بازداشت شدند. آقای نور میگوید با گرفتاری این افراد از حملات تخریبی در مزار شریف و ویژه در آستانه نوروز جلوگیری شده است. 4 نفر اوباش و خرابکار ما دستگیر کردیم که نشان دهنده بیدار بدن ارگان کشفی امنیتی ماست. اینا اعضای تروریست ها هستند که به مزدور خرابکاری و انفجار در داخل شهر آمده بودند که از یک بخش و 2 نفر از بخش دیگری تروریست ها دستگیر شدند و مستند دستگیر شدند. در ایستشان اسناد و شواهد کافی وجود دارند. از سوی هم والی بلخ میگوید دشمنان مردم افغانستان سخت در تلاشند که جشن نوروز را اخلال کنند، اما نیروهای امنیتی بلخ هم تدابیر شدید امنیتی اتخاذ کردند تا این جشن با مسئولیت کامل برگزار شود. بله، هر سال دشمن کوشش میکنه که این شهر مورد آماجی عملات خود خراب بتند یا انفجارات را راه اندازی کنند که الحمدلله همیشه اینا یا دستگیر شدن یا پلانشان خونسا شده. حتی شما شنیدین که هزاران کیلو مواد اینا دستگیر شد، گروه های مختلفشان دستگیر شد،
ریموت کنترل ها، پتاخی ها، حتی سویچ های واسکت های انتیاری چند دستگیر شد، انواع موادی که برای انفجار و انتحار استفاده میشه دستگیر شد. امسال هم خالی از تردید نمی باشد. از سوی هم مسئولان محلی میگویند که همکاری مردم با نیروهای امنیتی برای تامین امنیت نوروز بسیار مهم است. جشن نوروز یا میله گل سرخ از جمله مراسم عنعنوی مردم افغانستان است که در این جشن هزاران تن از سراسر کشور به مزار شریف می آیند و در مراسم ویژه نوروزی اینجا شرکت می کنند. برگزاری نمایشگاه صنایع دستی زنان افغان در یکی از کمپ‌های نظامی آیسف باعث فروش صدها قلم اجناس تولید شده توسط خانم‌ها شد. در این نمایشگاه لباس‌های افغانی، اشیاء تزیینی، لوازم خانه و آثار رسامی و نقاشی زنان به نمایش گذاشته شده بود. خانم‌هایی که تولیداتشان را به نمایش گذاشتند می‌گویند علاقمندی به خریداری اجناس آنها بالاتر از توقع بوده و 90% تولیداتشان به نرخ خوب به فروش رسیده است. مسئولان انجمن زنان تجارت پیشه ولایت بلخ برگزاری این چنین نمایشگاه ها را گام مثبت در راستای بازاریابی تولیدات زنان می دانند. این نمایشگاه در حال برگزار می شود که زنان تولید کننده صنایع دستی در گذشته همواره از نبود بازار فروش تولیداتشان شکایت داشتند. این هم قیمت بعض از اسعار خارجی در بدل پول افغانی. یک دلار آمریکایی 53 افغانی و 30 پول، 1 یورو 69 افغانی، 1 پوند انگلیسی 79 افغانی. یک درهم امارات 14 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 15 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 532 افغانی. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 2. هرات آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 9. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 11. جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 11. و سرانجام در شهر کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 8. این بود خبرهای امشب که از تلویزیون آریانا تقدیمتان گردید. تا دیدار بعد، خداوند نگهدار. اخبار این